امشب برات علائم و مشکلات عوارض به اصطلاح آفت کبد رو گفتم و امشب میخوام درمانش رو واسه توضیح بدم. چیزایی که میتونی استفاده بکنی، مثلا اگر که بدنت از داخل میلرزید، لرزه بدن داشتی، ریشه ایرسا و قدومه و سپستون و شکرتیغال رو با هم دم میکنی، لعابش رو استفاده میکنی. اگه لرزه بدنت افتاد متوجه میشی که این به خاطر آفت کبد بوده، خیلی سریع در حقیقت به تشخیص خوب میرسی. البته علائم دیگه هم چک میکنی. ضمن اینکه راجع به علائمی که دیشب برات توضیح دادم، اینو باید بدونی که حتما لزومی نداره همه علائم رو با هم داشته باشی. مثلا چشماتو ببندی بگی مثلا زرد هست ولی مثلا ورقلمبیدین بیرون نزده، یکی دو تا از این علائم هم امکان داره که اثبات بکنه که شما آفت کبد داری، که توی طب سنتی هم تشخیصش گفته بودم سخت. پاکسازی کبد یعنی پک کامل کبدمون اگر استفاده بکنید خیلی عالیه. لعاب هشت تخم، همین تخم مرو و قدومه و سپستون رو اگه ناراحت نمیشی، شکرتیغال و نمیدونم تخم مرو و بالنگو اینا خیلی مناسبه، بارهنگ و خاک شیر هم باید باشه توش. جویدن گشنیز خیلی خوبه، آفت کبد از بین میبره. میتونید از دم کرده خونگی اگه بخواید استفاده بکنید، قدومه و سپستون و گل ختمی و پرسیاوشان استفاده بکنید. روزی دو تا سه لیوان دم به صورت دم کرده میل بکنید. یادت باشه باید پرهیز داشته باشی از خوردن حلیم و آش رشته و تخم مرغ و پیاز داغ و بادمجون و نون و نون لواش و شیرینی قنادی و چیزایی که غلظت ایجاد میکنن، که حالا من تو استوری میذارم لیست غذاهایی که غلظت ایجاد میکنن، اونا رو باید حتما پرهیز داشته باشی. هر چقدر ارادت دارید خدمت خانم حضرت فاطمه زهرا صلوات بفرستید.